دوباره ما وصل کردیم در برنامه و قرار صحبت داشته باشیم با ایشان. با فرصت کمی که داریم بیشتر از خودشان بشنویم. مجیب خلوتگر که یکی از فعالان جامعه مدنی می باشد در مورد نامه سرگشاده برای رئیس جمهور که از سوی حامی رسانه ها فرستاده شده و بحثی که روی این نامه چی چیزهای نوشته شده و خواستشان رئیس جمهور چی است در مقابل گفته هایشان و تعدیل قانون اساسی در مقابل رسانه ها چی میتونه باشه بیشتر از خودشان میشنویم. سلام و وقتتان بخیر، خوش آمدین به برنامه. سلام، صبحتان بخیر، انشالله که روز خوش رو آغاز کرده باشین. سلامت باشین. تشکر بسیار زیاد. در اول اگر روی صحبت کنیم که در قسمت تعدیل قانون اساسی در مقابل رسانه ها صحبت های رئیس جمهور چی بوده و عکس العمل حامی رسانه ها و نامه ای که شما فرستادین برای رئیس جمهور چی گفتنی ها و خواست هایی داشتین؟ اول من میخوایم تصحیح بکنم که یک طرح تعدیلی بر قانون رسانه های افغانستان از طرف یک گروه کاری که شامل نماینده های نهادهای جامعه رسانه‌ای است پیشنهاد شد و این طرح تعدیل هنوز روی میز معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ است. من فکر میکنم زمینه برای تکمیلی طرح تعدیل و انکشافی طرح تعدیل وجود داره و ما یعنی جامعه رسانه‌ای میتونن بیشتر کار کنند، پیشنهادات خوبتر و بهتر داشته باشند تا این طرح تعدیلی به یک طرح نهایی تبدیل شود که بعد به شورای ملی فرستاده شود به خاطر تعدیل قانون رسانه‌های افغانستان. ما شاهد چند مورد تغییر و پیشنهاد برای تعدیل در این طرح هستیم که البته یک تعداد ماده‌های قانون رسانه‌های افغانستان در این طرح تعدیل مدغم شده، یک تعداد ماده ها جدا شده، یک ماده به چند ماده تبدیل شده. چیزی که خیلی بر ما مهم است که محتوای نشرات ممنوعه ما فکر میکنیم یک ذره محدود از نظر چگونگی برخورد میکنه باعث محدودیت شوه. صلاحیت های رئیس جمهور به خاطر تلویزیون ملی به خصوص در حالات استراد افزایش یافته. رئیس جمهور میتونه رئیس تلویزیون ملی را انتخاب کنه که خلاف همو مقررات داشتن یک رسانه خدمات عامه است. و اما موارد دیگه هم هست که من فکر میکنم با جزئیات بعد میتونیم روش صحبت بکنیم. در کل چیزی که ما میخواییم بگویم که یک تعداد از مؤسسات و نهادهای حمایت از رسانه های آزاد در افغانستان وقتی نامه را برای جمهور نوشته کردن، من فکر میکنم اونا هم طرح تعدیل را نگران کننده خوانده بودن. و اما چیزی که بسیار مهم است که هنوز این طرح تعدیل روی میز معین نشراتی وزارت اطلاعات فرهنگ است. حتی اگر باعث نگرانی ما هم شود که طرح تعدیل طرح باشه که محدودیت بیاره در رسانه ها، هنوز هم ما با ای که صدای ما واحد شوه، با ای که خود جامعه رسانه یک طرح واحد دیگه بته، هنوز هم جایی وجود داره که به ای طرح پرداخته شوه پیش از ای که به شورای ملی بره. ما فکر میکنم یعنی هنوز آخر کار نیست. تعدادی از دوستای ما که از رئیس جمهور در یک نامه سرگشاده خواهان حمایت و کمک شدن، همیست که این طرح باید به این شکل به شورای ملی نره. ولی ما تصورم ایست که درست است که نامه برای جمهور فرستاده شده، یک عمل نیک و کار نیک است، یک قدم مهم دادخواهی است. ولی از طرف دیگه زمینه این طرف هم با وزارت اطلاعات فرهنگ وجود داره که با اینا کار کنیم و طرح تعدیلی که آخر روز به پارلمان میره را یک طرح بسازیم که انکشافاتی که ما میخواییم به عنوان یک روزنامه‌نگار
در او باشه و محدودیت هایی که ما نمیخوایم از در تحلیلی برداشت شه. بسیار خوب، اما همگی ما میفهمیم که جامعه رسانه‌ای صدای آزادی و صدای بی‌طرفی از همگی خواهد بود و صحبتش همیشه آزادی هست و همیشه میخوان در اسرع وقت اطلاع رسانی کنه. خاص و عکس العمل رسانه ها در این قسمت چی بوده اگر با ما در میان بگذارید و ای که شما کدام مشوره ها را در قسمت طرح اگر داشته باشین میشه که صحبت کنید؟ رسانه های ما البته خواستای ممتد، مستمر و متنوع داشتن. از خلای نشرات رسانه ها بعد از اینکه مسئله تر تعدیل مطرح شده ما شاهدش بودیم. من فکر میکنم بسیار مهم است که اطلاع رسانی های ابتدایی طور باشه که برابر به مو عینیت هایی که فعلا وجود داره باشه. در مواردی من فکر میکنم تعدادی از رسانه های ما با او اصل مسئله متاسفانه آگاه نبودن و این خاطر واکنش ها در موارد تقریبا تعجیلی بوده، عجولانه بوده. به هر حال من طرفدار هستم که واکنش وجود داشته باشه، ولی این واکنش یک مبنای عینیتی هم داشته باشه. تعداد رسانه های ما این رقم به مسئله پرداختن، تعداد رسانه های ما خاموش بودن که البته من طرفدار خاموشی هم نیستم. من فکر میکنم صدای رسای رسانه نیاز است ابتدا برای احقاق حقوق خودش بکار بره. چیزی که من میخوایم نیست که من بیشتر از این که از حکومت بخوایم یا از رئیس جمهور بخوایم، درخواست ما از جامعه رسانه‌ای ما ایست که یک صدای واحد داشته باشیم، بیاییم روی یک طرح واحد کار کنیم. دفتر نهی حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان داره یک طرح واحد بر مبنای از اصول آزادی بیان را داره انکشاف میده، داره ترتیب میکنه و قرار است برای وزارت اطلاعات فرهنگ بفرسته. اگر دوستای ما نگرانی دارن بیاین دمی پروسه، دمی فرایند با ما یک جای شوند، یا اگر میخواین که ما در اصل نباشیم ما با اونا یک جای میشیم تا یک طرح را ارائه بکنیم که مایه های نگرانی، مایه نگرانی برای جامعه رسانه‌ای، برای جامعه مدنی افغانستان و برای خبرنگارای افغانستان نباشه. اگر ما نگران هستیم که نشرات ممنوعه محتوایش عمیق و ژرف شده، بیاین طرح بدیل برش ارائه کنیم. بدون شک. اگر ما فکر میکنیم رئیس جمهور تشکر. بله، امیر رقم می‌خوایم که یک طرح واحد جامعه رسانه‌ای بده. بله. بدون شک. سلامت باشین، ان شاءالله موفق باشین و منتظر خبرهای جدید و واضح‌تر خواهد بودیم ان شاءالله در روزهای آینده صحبت‌های خواهد داشتیم. وقتتان خوش. زنده باشید. خدا نگهدارتان.